میهمان ما بچه قم است و در خانواده مذهبی رشد کرده. وی که پیش از انقلاب برای گرفتن دکترا به امریکا مهاجرت کرده، دندان پزشکی است که سالها استاد یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کالیفرنیا بوده. اما اکثر ایرانیان او را از طریق ایمان، بنیاد ایرانیان مسلمان آمریکای شمالی میشناسند. میهمان ما هم بخشی از تاریخچه ایرانیان در لس آنجلس را روایت میکند و هم احساس خود را در مورد ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تأثیر حضور وی در کاخ سفید بر مسلمانان بیان میکند. گفتگو میکنیم با صادق نمازی خواه. دکتر نمازی خواه، سلام بر شما. شما بچه قم هستین، اما به گمانم اکثر سالهای عمر خودتون رو در لس آنجلس زندگی کردید، درسته این موضوع؟ اول منم سلام میگم به شما و سلام به بینندگان عزیزتون. بله، من متولد قم هستم. 17 سال از زندگیم قم بودم، بعد اومدم تهران، دانشگاه رو تموم کردم، بعد یه 2 سالی در دستور در نیروی هوایی خدمت کردم و بعد برگشتم دانشگاه ملی درس دادم. ولی تقریبا الان میتونم بگم 39 سال 40 سالی که آمریکا هستم. پیش از انقلاب اومدین اینجا؟ بله، پیش از انقلاب. لطفا کمی در مورد پیشینه خانوادگی خودتون برای ما بگویید و توضیح بدین چگونه شهرت شما، فامیل شما نمازی خواه شد. حالا من پدر بزرگم یکی از اتوبوسدارای اول ایران بوده و اون موقع زنگ 2-3 نفر بیشتر نبودن و اینکه میگم شاید مال 70 و خورده سال پیش باشه، زمان رضا شاه. بله، و در راه کربلا اتوبوس داشته اینا و ایشون خیلی مقید بوده که مردم سر وقت نماز بخونه اینا. در یکی از سفرهایی که یکی از علما همراهشون بوده پیشنهاد میکنه که شما فامیلتو بکن نمازی برای اینکه قد مقیدی، و ایشون میگه نمازی الان وجود داره، من نمیخوام خودم رو به کسی متصل کنم. بعد ایشون میگه چون بگه نمازخواه یا نمازی خواه، و این فامیل میشه نمازی خواه. نمازی خواه. فرمودید تقریبا 40 سال پیش از انقلاب ایران رو ترک کردین. انگیزه ترک ایران، خروج از ایران چه بود و آیا این یک تصمیم شخصی بود که شما گرفتین؟ اولا من موقعی که دندانپزشکی رو تو ایران تمام کردم شاگرد اول بخش ارتودنسی بودم و جایزه گرفتم. اون موقع رئیس دانشکده آقای دکتر بهرمان 5000 تومان که خیلی پول بود در اون زمان از جیب خودش به من جایزه نقدی داد تو جریان فارغ‌التحصیلی. و بعد من اپلای کردم برای تخصص در ایران. اپلای که کردم تو مصاحبه من گفتن اگه ما قبولت نکنیم حاضری بیای درس بدی. یه خود برام شبه‌انگیز بود ولی گفتم آره، وای نات. بعد من اون موقع دستور بودم تو نیروی هوایی، به من تلفن کردن گفتن که ما از شما می‌خوایم بیای تو دانشگاه درس بدی. رفتم دانشگاه به عنوان استادیار مشغول کارشم دانشگاه ملی و بعد از 1 سال تو همون دپارتمانی که کار میکردم اپلای کردم برای تخصص. بعد یه روز معاون دانشکده تو راه گفت کجا میری؟ گفتم من رفتم پول دادم میخوام برم اسم بنویسم، چه که 900 تومن بود برای اپلیکیشن گرفت گذاشت جیبش. گفت ما به تو به عنوان فکولتی احتیاج داریم، نمیذاریم قبول بشی. بعد رفتم بهش گفتم که شما چرا من قبول نکردین؟ گفت برای اینکه اگه ما تو رو قبول کردیم 6 سال دیگه این صندلی رو میگرفتیم، ما احمق نیستیم از تو برای خودمون رقیب بسازیم. تقریبا برای من این مسجل شده بود که من تو ایران چانسی ندارم که برم تخصص بگیرم به خاطر همون افکار احمقانه. و بعد اپلای کردم 3 دانشگاه تو آمریکا و هر سه من قبول کردم و یو اس سی رو انتخاب کردم. مادم اینجا اومدین در کالیفرنیا. اشاره شد که شما پیش از انقلاب 40 سال پیش آمدید در امریکا. در زمان ورودتون در اینجا کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی اینجا فعال بودن و از قضا یکی از جاهایی که فعالیت گسترده داشتن در همین کالیفرنیا بود. آیا کنفدراسیون
برای شما جاذبیتی داشت یا اصولا بهشون نزدیک شدید؟ نه، من هیچ تماسی خوشبختانه با اونا نداشتم، هیچ فعالیت سیاسی در اون موقع اصلا نداشتم، برای اینکه من خودم اومده بودم با خانومم و دوتا بچه و تقریبا 16 جون وارد آمریکا شدم، 23 کلاسم شروع شد و کلاس تخصصی کار فول تایم بود. من از ساعت 7:30 صبح تو دانشگاه بودم تا 9 شب و فرصت این کارا نبود. و تقریبا موقعی شما مسئولیت خانواده رو داشتین و این چیزا، و من علاقه نداشتم به چیزی که آشنا نبودم درش وارد بشم، همیشه دوست دارم ببینم، اول مطالعه کنم ببینم هدف ها چیه. به نوع دید محافظه کارانه میتونه باشه، آیا همچنان هم همینجوری؟ من اون موقع فکر نکرده بودم در بارش که بخوام محافظه کار بشم، ولی اگرم فکر کرده بودم باید مطالعه میکردم، ولی گفتم گرفتم زیاد. ولی الان من نه، من هیچ وقت خودم آدم محافظه کاری نمیدونستم، ولی بیهودگرام نیستم. پس از انقلاب چی؟ پس از انقلاب ما همچنان شاهد انجمنهای دانشجویان مسلمان، این انجمن دانشجویان مسلمان بخشیشون طرفدار حکومت برآمده از انقلاب بودن، برخی دیگرشون در همین کالیفرنیا انجمنهای اسلامی طرفداران سازمان مجاهدین خلق بودن. هیچ کدوم از این انجمنها همچنان برای شما جذابیتی نداشت؟ نه، هیچ وقت وارد هیچ کدوم نشد. واکنش شما رو در کوتاه‌ترین نوع ممکن میخواستم در مورد، من برخی از اسامی افراد رو عنوان میکنم، واکنش شما رو میخواستم در موردشون جویا بشم و بدانم. سید جمال‌الدین اسدآبادی. من فکر میکنم مثل همه آدم های انقلابی متکی به قدرت بوده. مهندس مهدی بازرگان. آدم بسیار فهمیده بود ولی فکر میکنم به قدرت سیاسی خوبی نداشت. دکتر علی شریعتی. دکتر علی شریعتی یک کمی زود بود برای زمانش، زمانی کاش که اگر در امروز بود شاید بیشتر درک میشد، ولی در اون زمان من فکر میکنم بین روحانیت و حکومت له شد. آیت الله محمود طالقانی. اگر بود شرایط بهتر بود. محمد حنیف نژاد. من زیاد علاقمند مجاهدین نیستم. آیت الله حسین علی منتظری. من فکر کنم ایشون آدم واقع‌گرایی بود. و دکتر عبدالکریم سروش. من فکر کنم آدم مذهبی بود که روشن فکر شد. شما از همان دهه نخست بعد از انقلاب، دهه 80 میلادی، 60 خورشیدی خودمون رو میگم، که مسجدی در این شهر نبود، مراسم دعا رو در منزل خودتون شروع کردید و برگزار میکردید. چگونه این کار آغاز شد؟ چگونه کلید خورد به اصطلاح؟ و تا چه اندازه برگزاری این نشست ها به تشکیل بنیاد ایمان در لس آنجلس کمک کرد؟ خیلی چیزا تو زندگی من بدون نقش و طرح شروع شده، از جمله همین برنامه دعای کمیل. من علاقه مندم به دعای کمیل. من فکر میکنم دعای کمیل یک راز و نیاز عاشقانه بین بنده با خداست و این جنبه مذهبی به خصوص نداره. شما میدونید یهودی یا مسیحی باشید و این دعا رو بخونید. من این دعا رو خودم میخوندم، یعنی از جوانی تو ایران که بودم میخوندم و معنیشو درک میکنم اینا، و اینو تو خونم تنها میخونم. و بعد یه قسمتی از این دعا رو توی آفیسم بالا سرم گذاشته بودم، میگه یا من اسمه دوا و ذکر و شفای کسی که اسم دواست و یاد چفاست. یه روز یکی از آقایون بر من، یک دوستی شد دندان درد شدید داشت و امرجنسی آورد، من نیسته بودیم بالا سر من این دید، گفت این چیه شما گوشتی؟ بعد من شروع کردم از برخوندن،
گفت شما این کاره این؟ گفتم منظورتون چیه؟ گفت دوست داری؟ گفتم آره من دوستم هر شب جمعه میخونم. گفت منم میتونم بیام. این منم میتونم بیام، منم میتونم بیام. یه جمعیت یه روز ما دیدیم در یکی از مراسم ماه رمضان در حدود 400-500 نفر آدم مقوا آورده بودن رو چمنهای خونه من نشسته بودم. اصلا برای من خیلی جالب شده بود که چیزی که من اصلا طرحش رو نریخته بودم، انگیزه نداشتم و واقعا هم از نظر زندگی کردن یک کار مشکلی بود. شبای جمعه باید فرنیچر رو جمع میکردیم مردم میام. ولی من فکر میکنم اگر به نیروهای ماورا طبیعه معتقد بشیم، یه چیزی که طرح شده بود برای من که انجام بدم و از اونجا بود که پایریزی شد و ایمان وجود اومد. مسجد ایمان کبابیش 20 ساله که در لس آنجلس در منطقه نزدیک به غرب لس آنجلس در حقیقت تأسیس شده. فکر میکنم به نام انجمن ایرانیان آمریکای شمالی ثبت شده. عنوان رسانه‌ای آن بنیاد ایرانیان مسلمان آمریکای شمالی است. شما در جایی گفتید بنیاد ایمان سازمانی فرهنگی است اما جوازش مذهبی است. فکر میکنم شما ترجیح میدید که ایمان مسجد صرفا نامیده نشه. چرا؟ اولا شما اگر مکاتباتی که من بعد از سال 1989 که این سازمان رو به ثبت رسوندیم فرستادم برای مردم و از کمک هاستم، از اول ما گفتیم برای تعیین بنیاد فرهنگی، برای ایجاد بنیاد فرهنگی ایرانیان مسلمان. من خودم جزء هیئت مدیره انجمن مرکز ایرانیان بودم. مرکز ایرانیان یهودیا بودن، بهایا بودن، مسیحا بودن، زرتشتیا بودن، مسلمانان بودن. بعد یه روز که تو این جلسه نشسته بودیم دیدم همه اینها مرکز خودشونو دارن غیر از مسلمانها. ایجاد مسجد و مرکز اسلامی کردن خیلی محدودیت‌های زیادی به وجود میاره و خیلی بعضی ها خیلی علاقمند کنترل کنن. من همیشه فکر کردم که ما یه مجموعه احتیاج داریم و از اولم مرکز فرهنگی ایرانیان مسلمان گفته بودیم، ولی قسم فرهنگ ما مذهب هم توشه، فرهنگ ایرانی مسلمان و مذهب ما مسجده. اینه که یک مجموعی داریم به نام مرکز فرهنگی ایرانی مسلمان که در داخلش این مسجد هم هست. یک تالار فرهنگی داریم، یک تالار مذهبی داریم، کلاس فارسی داریم، کلاس شعر داریم، کلاس قرآن داریم. یک مجموعه از اون چیزی که یک جامعه ایرانی مسلمان بتونه ازش استفاده کنه درش داریم و به همین دلیل ما اسم مسجد رو گذاشتیم مسجد رضا که زیر مجموعه بنیاد ایمان. بر روی تارنمای بنیاد ایمان اومده، من این رو میخونم: بنیاد ایمان بنیادی غیر انتفاعی، غیر سیاسی، فرهنگی، اسلامی و اجتماعی است. در ادامه بر این موضوع هم تاکید شده که بنیاد ایمان بدون وابستگی به هیچ گروه دولتی یا سیاسی است و تنها متکی به یاری ایرانیان و مسلمانان میباشد. چند تا سوال. نخست، در خلاصه ترین حالت ممکن ممکنه برای ما بفرمایید بنیاد غیر انتفاعی بر اساس قانون آمریکا به چه بنیادی گفته میشه؟ بنیاد غیر انتفاعی بنیادی که کسی مالکیتش رو نداره، یعنی ایمان مالکی نداره. یه مرکز غیر انتفاعی مثل چرچ، مثل کنیسا، مثل یک بیمارستان غیر انتفاعی. این یعنی کسی درآمد یا سودی نداره که صاحبی داشته باشه که اون صاحب رو بین خودشون تقسیم. سپاس. دوم، فکر از اونجایی که بنیاد ایمان تاکید میکنه که غیر سیاسی در این حال اسلامی است، فکر میکنم بیشترین حساسیتی که برخی از هموطنان داشته باشن احتمالاً به این دو مورده، یعنی غیر سیاسی و مسلمان بودن. اینطور نبوده در تجربیات 20 سال اخیر شما؟ اولا تجربیات 20 سال اخیر من که خیلی چیزا توش بوده. خیلی مثلا ما یه موقع بود که یکی از این بزرگان شهر خدا رحمتش کنه
ما رو دعوت کرد به یه نهاری در رستوران خانه تو دو بیورلی هیلز. بلکه بسته شد و نه به خاطر ما بسته نه 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 توسط یه دوست دیگه داشتیم من نیست. بعد ایشو اومدن به من گفتن که ما خیلی خوشحالیم شما هنوز بنیاد ساخته نشده بود دارید این کار رو میکنید. البته اونا همزمان با ما داشتن خانه ایران رو را میداخت هنوز را نیفتاده و خوشحالیم و ایشون اظهار تمایل کردن که من دوست دارن که بیان توی هیئت مدیره بنیاد ایمان و بعدم به ما گفتن دو تا شرط هم دارم یکی فلانی و فلانی رو بیرون کنید یکم این که اعلام کنید سلطنت طلبید. جوابی که من بهشون دادم این بود که شما نمیتونید بیاید تو بنیاد ایمان برای که شما سیاسی هستید. شما اولش اشاره کردید خودتون الان که بنیاد ایمان به عنوان یک مرکز مذهبی ثبت شده. شما اینو باید بدونید که در قانون کالیفرنیا موقعی که ثبتتون به عنوان مرکز مذهبیه نمیتونید فعالیت سیاسی داشته باشید. این مثلا توی هیچ کلیسایی شما نمیتونید برید توی کلیسا یه دونه سناتور بیاد ایندورس بکنید یا به جای دیگه وابسته باشید. این یک غیر مستقیم هم نمیشه این کارو کرد. میتونید خارج از دومگه من تو همه خونه‌ای که الان با شما نشستم خیلی از سناتورها کنگرسمنها آمریکایی اومدن اینجا و من برشون فانریزین کردم. البته اگه من یا بنیاد ایمان وابسته به دولت منظور شما جمهوری اسلامی بود هیچ وقت اونا اجازه نشن تو خونه من بیان یا رئیس پلیس تو این خونه بیاد یا رئیس اف بی آی بیاد تو این خونه. همه این دوستان ما اینجا بودن. این یه مطلبه و ما اصلا سوال اشکال داره چه ربطی داره که مثلا شما غیر سیاسی باشی اسلامی باشی. اسلام که ما داریم اسلام غیر سیاسیه درسته. مثلا شما اسلام مثلا در هندوستان غیر سیاسیه بله درسته. در اندونزی غیر سیاسی حالا به یک کشور از مثل عربستان یا یک کشور ما ایران یا گروه گذشته مصر اینا سیاسی بودن اسلام سیاسی اسلام رو سیاسی رو بردن تو دولت. ولی دلیل این نمیشه که شما بگید غیر سیاسی تناقضی داشته باشه. نه تناقض من نبود گفتم آیا در تجربه شما این آره دو مورد همینو میگم. بعد این آقایی که به من گفتش که گفتم نمیتونیم بیا گفت خیلی ممنون که با ما اینطور حرف زدید تکلیف ما مشخص شد. بعد ما رفتیم بیرون دیدیم ایشون صاحب یه رسانه بود دیگه. از همون شب هر شب برنامه بر علیه ما بود بر علیه بنیاد ایمان بود و اون سرمنشأ سر و صداهایی بود که راه انداخته بودن که آره با اینا مال جمهوری اسلامی هن. محسود شما رادیو صدا ایرانه؟ بله که مروتی خدا رحمتشون کنه رحمت. بله این بود و خیلی جالب بود که من زمانی که رئیس انجمن دندانپزشکی لس آنجلس شدم 480 مهمون بود جشن بزرگی بود بند یو اس سی بود همه چیز بود. همین دوستان غیر مسلمان نه غیر مسلمان مسلمان های غیر مسلمان تلفون کردن به هتل که آقا این جشن رو تعطیل کنیم ما بمب گذاشتیم اونجا. گفتم که بابا اینا که مخالف جمهوری اسلامی چرا بمب گذاشتن این چه بود؟ سالی بود؟ سال 1995 بله. از آنجا که در مورد بنیاد ایمان آمده تنها متکی به یاری ایرانیان و مسلمانان می باشد اشاره به مذهب ایرانیان چون نشده اولا جالب بود برام بدانم آیا ایرانی غیر مسلمانی تا به حال به ایمان کمک کرده و یا چون اشاره فقط به مسلمانان شده مسلمان غیر ایرانی هم جزء حامیان ایمان تا به حال بوده؟ ببینید بنیاد ایمان من 16 سپتامبر 1990 نمازم هم 1996 روز افتتاح بنیاد ایمان بود نوارش هست. اولین صحبتی که کردم گفتم که درهای ایمان به روی همه مسلمانان چه ایرانی و چه غیر ایرانی و همه ایرانیان چه مسلمان چه غیر مسلمان باز. و الان هم در مراسم مذهبی ما خیلی از ایرانی غیر مسلمان شرکت میکنن. حالا من مذاهب رو نمیگم برای که عده خیلی آفندد میشن متوجه است. میان مخصوصا شبای قدر خیلی میان و مخصوصا میدونید که ما از آن از رادیو 670 پخش رادیو محلی این شب بر. خیلی وقتا دونیشن ما از جامعه غیر مسلمان زیاد میشه
خیلی دوست دارن کمک مالی میکنن، نوستالژی براشون دیگه از اون هست، بله. کمک میکنن. ولی الان شما در بنیاد امام بیت فعالیت های غیر اسلامی شم خیلی زیاده، به موقعی که سوال کردن جواب میدم. فکر کنم البته حساسیت نسبت به شما یا بنیاد ایمانی یا هر دو شاید به مرور زمان کمتر شده باشه نسبت به گذشته، اما همچنان لااقل من دو نمونه رو اگر بخوام مثال بزنم، یک موردش این بود که زمانی که آقای عارف خواننده مشهور با سازمان مجاهدین همکاری میکرد، اون سازمان همکاریشو با این خواننده قطع کرد چون در ایمان برنامه ایشون اجرا کرد. حتی در چند سال اخیر مصاحبه‌ای که گفته شده، مصاحبه‌ای که شما با همین رادیو 670 و مدیر وقت اون رادیو داشتید، سبب این شد که ایشون کارشو از دست بده. شما فکر کنین این باز همین تجربیات 20 ساله شما، این حساسیت بیشتر رو شماست یا رو ایمانه یا رو جفته؟ یه طوری از نظر اجتماعی این دوتا با هم وصله، از نظر مردم. ولی عارف هیچ وقت تو ایمان برنامه اجرا نکرده. عارف ما یک دفعه مرحوم جهان رو دعوت کردیم، جشنی در هتل بیورلی هیلز داشتیم. آقای جهان برنامه رو که اجرا کردن، عارف هم جز مهمونا بود. من از عارف خواهش کردم که بره و برنامه اجرا کرد یه نیم ساعت سروبی اونجا. ولی ما هنوز از آقای عارف رسما دعوت نه رسما نه. من به عارف دوست منه، خیلی هم بهش احترام میذارم، نمیگه مخالفت بودم. اولا ببینید من رابطه‌ام با مردم اصلا ربطی به عقاید مذهبی و سیاسیشون نداره، یعنی من دوست از همه نوع دارم. ولی من الان تعجب من این تازه نشنیده بودم تا الان که مجاهدین، ولی اگر کار ما باعث شده که مجاهدین آقای عارف رو ول کنن، زهی سعادت برای آقای عارف. برای این آقای مدیر رادیو هم ایشون مطرحه، میگم من ایشون من دعوت کردن برای مصاحبه و کاری که ایشون کردن کار نادرستی بود. این بود که در بریکی داشتیم تلفن‌ها رو انتخاب کردن و اونایی که مغازن رو هولد گذاشتن و فقط یعنی اتاق فرمان رو تحت کنترل گرفت. نه اتاق فرمان هم تلفنی جلوی ما بود و کسایی که زنگ می‌زدن کسایی بودن که به من فحش می‌دادن و به دین اسلام و پیغمبر. و آقای جیم رئیس صاحب رادیو دوست منه و مدیر آمریکایی رادیو شرکت صاحب آمریکا، صاحب جیم کلمنسون دوست منه و ما همدیگر می‌دیدیم نهار می‌خوردیم اینا. و مردم خیلی به ما فشار آوردن. من هیچ وقت دنبال انتقام جویی نیستم. من آقای گرگین رو بعد از دیدم دیدم خیلی هم بهش احترام میذارم. آقای افشین گرگین، افشین پدرش هم محبت داشت به ما، ایمان هم میومدن. ولی آقای افشین گرگین من هیچ وقت نخواستم این اتفاق بیفته. ولی مردم خیلی به رادیو تلفن کردن، خیلی نامه نگاهی. ببینید توهین به عقاید مردم کار غلطیه. هیچ کسی حق نداره توی ایمان انجام بده، هیچ کس. و به همین دلیل جیم کلمنسون یه آدمیه که خیلی رعایت همه چیزو میکنه و به همین دلیل رادیوش موفق بوده و به همین دلیل هم ایشون کنار رفت. شما در تلویزیون امید ایران که در لس آنجلس فعالیت داره گفتید، من عین گفتارتون رو میخونم، ایرانی بودن یک چیزی است که نمیتوانند از ما بگیرند، مسلمان بودن انتخابی است. آدم بعد از 18 سالگی اگر عقلش به این رسید که این دین خوبی نیست میتواند برود. آیا این برداشت شخصی شما از اسلام یا اسلام واقعی چنین است؟ من دستور دین اسلام به شما بگم، اگر پدر که باید مسلمان باشه با زنی ازدواج کرد که از ادیان الهی یهودی مسیحی باشه، که این دوتا رو قبول داره اسلام، و این صاحب بچه شدن، بچه در 18 سالگی میتونه تصمیم بگیره کدوم دین انتخاب کنه. ببینید میگن یه کلمه تو قرآن هست، لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، هیچی نیست، یعنی کسی نیست. این حرفی که من زدم، ما ایرانی به دنیا میاییم. هر جای شما تو پاسپورت آمریکایی هم نوشته متولد ایرانی، درسته؟ ولی مذهب
من متاسفم اگر مردم مسلمان هستند و دینشون خودش انتخاب نکردن، برای اینکه اگر شما مطالعه نکنی و قبول نکنی خیلی بیشتر وانربل هستی، آسیب پذیر هستی تا زمانی که مطالعه کنی و دین تو خود انتخاب کنی. اونجی که من امروز هستم به عنوان مسلمان در آمریکا، که من از 29-30 سالگی حالا اومدم آمریکا، خیلی فرق داره عقایدم با زمانی که تو ایران بودم، برای اینکه اون موقع دینم یک دینی بود که در مسیر جامعه بود، ولی الان مطالعه‌ام بیشتر شده، یعنی بیشتر قبولش دارم تا پیرو باشم. به این دلیل من میگم که شما اگر مذهبتون، خب خیلی هستن مذهبشون عوض میکنن، خیلی یهودی ها ایرانی هستن تو همین ایمان میان مسلمون میشن، مسیحی هستن، خیلی از ایرانی رفتن مسیحی شدن، دینتون رو میتونی عوض کنی ولی ملیتتون نمیتونی عوض کنی. ولی چه بهتره که اگر من 18 سال، جوون من 18 سالی شد، بره مطالعه کنه و دینی رو قبول کنه که با منطق براش قابل قبوله. آقای نمازی خواه، تا چه اندازه از ایرانیان مسلمان در این منطقه شما راضی هستید؟ اینو من قبلا هم توی بحثام گفتم با دوستان زیادی که همیشه مقایسه میکنن. ببینید، شما جامعه یهودی، ارمنی یا زرتشتی ایرانی در نظر بگیرید، مجاریتی اینا اومدن بیرون. بله، اکثریت یهودیایی که اومدن توشون آدم ناجور هست، کنیسا ساز هست، مؤمن هست، ارتدوکس هست، لیبرال هست، نامذهب هست، همه چیز هست. ارمنی هم همینطور، یعنی مجاریتیشون معتقدن، اقلیتشون لامذهب هست، درست؟ زرتشتی هم همینطور پابند بند. و یه مطلب دیگه هم اینه که ایرانیان غیر مسلمان چون اقلیت بودن تو کشور ما، از نظر تعداد، نه از نظر قدرت، از نظر تعداد، اینا همیشه میدون موقعی که شما در اقلیت قرار میگیری بیشتر به کالچر خودت میچسبی، اینا همونو آوردن اینجا. ولی مسلمون هایی که از ایران اومدن بیرون، اکثریتشون قبل از انقلاب هم بوده مخالف دین بودن. یعنی خیلی جالبه که یه دوست یهودی من میگفتش که مسیحی ها ختمشون تو کلیسا میگیرن، یهودی ها ختمشون تو کنیسا میگیرن، ولی مسلمان ها ختمشون تو هتل و بنکوادروم میگیرن. چرا؟ برای اینکه این عدم پایبندی به دین از همون اول توی کشور ما بوده، همین الانش هم هست. یعنی الان من چیزی که خیلی تأسف می‌خورم اینه که میرم، موقعی که میرم ایران می‌بینم که جوانای معتقدی که اول انقلاب خیلی معتقد بودن، الان پایبند اعمال شرعی خودشون هم نیستن. اینه که جامعه ایرانی به نظر من در یک حالتی قرار گرفته. یه موقع بود ما آدم‌های خیلی مذهبی داشتیم، آدم‌های خیلی لیبرال داشتیم، آدم‌های روشن فکر مذهبی هم مثل علی شریعتی و بازرگان هم اینطوری بود. حالا جامعه ایرانی به دو دسته خیلی قشنگ تقسیم شده، مذهبی دوگ، لامذهب خیلی چیز. و این تو خیلی جالبه، ما الان تو بنیاد ایمان از طرف دو گروه هستیم، یعنی اونایی که مذهبی هستن خیلی از ایمان بد میگن، تو مثلا آقای منبری تو مسجد النبی میشیند به ایمان بد میگه. چرا؟ برای اینکه با استاندارد اونا اینجا اسلامی نیست. و فکر میکنین این اشاراتی که در مجموع چه در مورد اینجا و چه در مورد ایران اشاره فرمودید، تا چه اندازه انقلاب فکر میکنین تو این مسئله تأثیر داشته؟ یعنی تو باورهای مذهبی مردم. بذارید خودمون رو گول نزنیم. من خودم قبل از انقلاب استاد دانشگاه بودم، دانشگاه ملی درس بودم، به شما گفتم. ما و قبل از اونم من تو نیروی هوایی پایگاه وحدتی بودم. متاسفانه کراپشن زیاد بود، فساد زیاد بود. یعنی من اصلا چیزهای تو هم پایگاه وحدتی دیدم که الان اگه بگیم، الان متاسفانه اشکالی نگه، شما اگه از گذشته انتقاد بکنیم میگن آقا این
حزب اللهیه. اگه از حالا انتقاد بکنی میگن مامور CIA. چون اصلا تو این جامعه ایرانی نمیتونی چیزی رو مطرح بکنی. ولی جامعه من یادم میاد درست دو سال قبل از انقلاب با یکی از اقوامم از خونه داشتیم رفتیم مطب به من، تازه سرصدای کرج راه افتاده بود که اونجا ماشینا رنگ پاچانش. من گفتم شاه اگه بفهمه تنها کسی که میتونه ایران رو نجات بده. یا شاید اون موقعی که جبهه ملی به شاه نامه نوشتن شاید فرق میکرد شرایط. اگر نامه سه امضای نامه که شما به سلطنت کنید حکومت بل. نکنید. ولی متاسفانه کسایی که به قدرت میرسن دیگه اون مرحله رو نمیتونن برگردن. میدونی چی میخوام بگم؟ و اون موقع هم فساد زیاد بود و حالا هم فساد زیاده. ولی اون چی که مسلمه مردم ایران رو خوشی انقلاب نکردن، درست؟ ولی تنها برگ برنده اسلامی بود دیگه، تنها برگ برنده در اون موقع در اون زمان حکومت اسلامی بود. ولی الان میبینیم که متاسفانه زیر همون پرچم حکومت چقدر فساد وجود داره، چقدر دزدی شده. این 8 سال قبلی که آقای احمدی نژاد بودن واویلا بوده. اظهارات شما و عملکرد بنیاد ایمان تفاوت زیادی نه تنها با اسلامی که بعد از انقلاب ما شاهدش در ایران هستیم داره، بلکه در قیاس با برنامه هایی که خودشون رو حامی مذهب شیعه دوازده امامی میدونن و از همین امریکا مثل شبکه اهل بیت و یا تلویزیون ولایت که پخش میشه به کل متفاوته. آیا شما این برنامه ها رو شخصا نگاه میکنید و از محتوای اون خبر دارید و واکنشتون نسبت به حمله ای که به خصوص به اهل سنت در این برنامه ها میشه چیه؟ اظهارات من و ایمان یا اظهارات من؟ نه اظهارات خودتون میتونم. نه میدونم، یعنی ایمان و من با هم یه اظهارات داریم دیگه که کم و بیش چون خود عمل کرده همون جوری که اشاره کردید. نه من متاسفانه فکر میکنم که افرادی شما یه مذهبی در توسط انگلیس ها در اون خاورمیانه وجود من به اون وهابی لورنس عربستان داستان خیلی خوب میشه تو فیلم نشون دادن که حتی تاریخه حالا با کم و زیادش. همونقدر که کار اونا شنیعه، کار اونا زشته، کار اینا احمقانه و ابلهانه است. به نظر من اهانت دلیل بیمنطق بودنه. یعنی کسی که منطق داره، من همیشه به دوستانی که خیلی تعصب خرج میدن و مخالفت میکنن با مذاهب دیگه میگم به جای اینکه راجع به اونا حرف بزنید راجع به مثبت بودن خودتون حرف بزنید. نه به نظر من اهانت به خلفای راشدین که از صحابه پیغمبر بودن کار بسیار نادرستیه. و در ثانی یه چیزایی رو در تاریخ اگه بخونیم میبینیم که خلفای راشدین با حضرت علی رابطه خوبی داشتن. شما نهج البلاغه رو بخونید میبینید که در نامه‌ای که حضرت علی به عثمان نوشته و خطبه‌ای که بعد از مرگ عمر نوشته از اون دو نفر تقدیر کرده و عثمان رو تقدیرش کرده. و اینا یه چیزی بوده که دلیل نادانیه. ولی من فکر می‌کنم بیشتر از هر چیز اینا جنبه سیاسی داره و باید دنبال این گشت که ببینیم مایه اینا از کجا میاد، منابع مالیشون از کجاست که اینها داره باعث میشه که در خاورمیانه جنگ شیعه و سنی راه بیفته. اونها از اون بر من رفته بودم عربستان، یه 10 روز اینجا بودم درس میدم تو دانشگاه دندانپزشکی و یه روز دانشجو اومدن تو لانج با من صحبت کردن که قرآن شما چیه. من قرآن از کیفم در آورده بودم، قرآن ماست، اینکه قرآن ماست. گفتم قرآن ما همینه. شما چرا به جبرئیل میگید خائن؟ این عربا دارن از من پرسن. گفتم یو ادوان دعای حرم حضرت نبی بود، نوشته بود السلام علیک یا جبرائیل امین الله، ای امین خدا جبرائیل. یا همش اینطوری شدن. گفتم پس چرا میگید که جبرائیل اومده بوده قرآن رو بده به علی، علی نبوده داده به محمد؟ گفتم دفعه اول میشنوم.
خب چرا تو از اون تو میگی اشهد ان علی رسول الله؟ گفتم تو هم چبی نشد. بعد من رفتم شب خونه اون مهمان دارم که بودم صحبت کردم، پسرش دبیرستان میرفت، گفت دقیقا اینه که تو عربستان تو مدرسه درس میدن، اونا هم دارن همین کار میکنن. میگن شیعه ها رو میگن اگه سنی بکشی میری بهشت، شیعه ها میگن اشهد ان علی رسول الله، شیعه ها میگن جبریل خائن بوده، قرآن شیعه ها کافیه. این دو قطب نوکر یک جان، هر دو دستور از یه جا میگیرن و هدف منابع مالی و ثروت‌های زیرزمینی همون قسمته. اگر جنگ شیعه و سنی ادامه پیدا کنه اسلحه بیشتری میره اونجا و نفت ارزوتری میاد بیرون. شما خودتون چند سالی است که برنامه تلویزیونی دارید در تلویزیون امید ایران، بگمانم برنامه‌ای به نام پگاه. چه شد که تصمیم گرفتید فعالیت رسانه‌ای انجام بدید؟ والا من این در اون زمان خیلی آقای نادر رفیعی محبت کردن، از من خواستن که این کار رو انجام بدم و قبلا هم مصاحبه زیادی داشتم و گفتن تو گرفت داری برای گفتن بیا بزن. ما میرفتیم برای خودمون یه برنامه داشتیم، ولی خیلی زود فهمیدم که برای من اون برنامه و اونجا مناسب نیست، اومدم بیرون. شما در مصاحبه با اشاره به لیستی که پلیس فدرال امریکا FBI در مورد مساجدی که از بنیاد علوی پول می‌گرفتن منتشر کرده بود، اشاره به این کردید که برخی از تلویزیون‌ها در لس آنجلس خودشون از دید خودشون در تلویزیون خودشون اسم ایمان رو اضافه کردند به این لیست. آیا بنیاد ایمان شکایتی از این تلویزیون ها نکرد و آیا شما میتونید اسم اون تلویزیون ها رو الان اعلام کنید؟ چون شما هیچ وقت اسم اون تلویزیون ها رو نگفتی کدام تلویزیون ها بودن. ببینید تلویزیون های سیاسی لس آنجلس معلومن و اتفاقا دلیل این بود که نمیتونن، سواد خوندن نوشتن ندارن، برای اینکه لیستش رو تو تمام اینترنت میتونید ببینید. ببینید یه موقع است که شما یه عمر فرض رو قرض این کارو نکردن، از روی قرض کرده بودن، برای اینکه اگر این لیست ثابت کرد که همه اونا دروغ میگن، ولی اینا اگر میومدن میگفتن اسم ایمان نیست اون نویش شنونده هاشون عادت دارن به اون تلویزیون و دوست دارن تو همون چیز بمونن. ولی ایمان شکایتی نکرد؟ ایمان از یه دفعه از یک تلویزیونی شکایت کرد، یه مدتی برنامه بود، ولی بعدم به نچستیم که ما دلیل نداره که پول و چیزی که مردم کمک می‌کنن در این راه مصرف کنیم. ولی شما فکر نمی‌کنین اگر شما شکایت نکنید به نوعی شاید برخی فکر کنن اون اظهارات میتونه درست باشه؟ ولی شما فکر می‌کنید اگه من شکایت می‌کردم از اون افراد میتونستم خر لخت فلانشو بردارم؟ چه نفعی برای ما داشت؟ شما برنده جایزه حقوق بشر در سال 2013 میلادی اگر اشتباه نکنم چند سال پیش بودین. نخست برای ما بگوین چه نهادی به شما این جایزه رو داد و به چه علتی، چون احتمالاً دلیلی رو ذکر میکنن فکر میکنم موقعی که یک جایزه ای رو به فردی میدن. شما چه فعالیت های حقوق بشری میکنید که مسلماً به شما این جایزه رو داده؟ ببینید اولاً سازمانی که این جایزه به من داد was United Nations Association. United Nations Association یک چیزیه که وابسته به United Nationsه ولی مستقلتر از United Nationsه، بلکه در زمان روزولت توسط خانم روزولت به وجود اومده و در تمام کشورهای دنیا شعبه داره و این جایزه هر سال به همه جا داده میشه. و یکی از فعالیت‌هایی که من داشتم مسئله اینترفیت بنیاد ایمان بود و ایجاد صلح و هماهنگی بین مردم. شما الان به دم ایمان میبینید که تابلو ایمان همش 6 تا تابلو، یکی از تابلوهاش از اینترفیت فستیوال اف یونیتی، چیزی که من به وجود آوردم و تو این سه مذهب مسلمان و یهودی و مسیحی میان میشینن درباره چیزهای مشترکشون حرف میزنن و نماینده های کنگره میان صحبت میکنن، رئیس پلیس میان صحبت میکنه، از FBI میان سخنرانی میکنم برای مردم و بعدم در حدود بین 500 تا 900 نفر اوریج آدمایی بوده که افطار کردن با هم، مسلمان، یهودی، مسیحی اینا.
و یکی از فعالیت‌های ما این بوده، یکی دیگه اینکه در ایمان به روی همه باز، یکی از گروه‌هایی که تو ایمان الان پایگاهش هست Unity and Diversity Council هست که اینا در طول تاریخ پیس ساندی پایگذار پیس ساندی لس آنجلس بودن. این کارا از ببینید من یه گله نمیخوام بکنم ولی یه چیز میخوام به شما بگم. اون چیزی که شما در جامعه ایرانی انجام میدید و همه دنبال این هستن که یک چیز منفی بگردن دنبالش، اونهایی که غیر ایرانی هستن به چیزهای مثبت فکر میکنن و براشون ارزش داره. یعنی متاسفانه البته اینجا من کردیت باید بدم به آقای نادر رفیعی که و آقای مهدی زوکایی، این دو نفر از اول تأسیس ایمان ما رو ساپورت کردن. ولی همیشه یه دم بودن بی تفاوت دارن، نشسته بودن بیدن چی میشه، حالا ما رو حمایت میکنن. یه دم بودن که از ما اول فکر کردن که یه نمیه دکونی باز کنن، ولی یارو ما بغل چلو کبوی ما یه دونه سوسیس فروشی باید کردن که فوش بدن. ولی اینا همه اینها در طول زمان وارد شده. مثلا یه ساده بدونیم، آقای جو بایدن که معاون رئیس جمهور آمریکاست، یه شب خونه من مهمون بود با یه ده از ایرانی ها. آقا این رادیوهای ایرانی اصلا خودشون رو دیوونه کرده بودن. آقا برید در خونه نمازیخا، منتها اینقدر اینها سطح دانششون قوی و بالاست که پاسیفیک پلاسید رو با پلاس وردس اشتباه کرده بودن. بله به کلف تفاوت، یعنی آره. یعنی میگم پنجام آی با پلاس وردس اون آدرس هم نمیدادن. یا مثلا یکی از همین رادیو جنجال رو انداخته بیان جلوی ایمان تظاهرات بکنیم و فلان، بعد اینا اومده بودن میگن میگفتن که دان وید نمازی خواد، دان وید طالبان. چند نفر بودن؟ 8 نفر بودن. بچه‌مون آقایی که سردستشون بود گفت آقا پول ما رو هم ندادن، اینا که به ما گفتن بیا اینجا پول پلاکارد رو هم ندادن. گروهی بودن به نام علموت که یه سری جا رفتن تظاهرات کردن، یکیش هم ایمان بود. راحت برمیگرده به 12 سال پیش اینا. آره ولی زیاد ما رو اذیت نکرد. شما سالها در امریکا زندگی کردید، همونجوری که اشاره شد در این مملکت تحصیل کردید، صاحب فرزند شدید، استاد دانشگاه بودید، ریاست انجمن پزشکان رو در اینجا دندان پزشکان رو داشتید و به نوعی همونجوری که الان اشاره کردید با مقامات لشکری و کشوری ارتباط داشته و دارید. با این وجود از شما شنیدم که در مصاحبه‌ای گفتید، من عین اظهاراتتون رو میخونم، فکر میکنم تو این سیستم دولتی امریکا حزب‌ها هیچ مطرح نیستن، تصمیم‌ها ماورای حزب‌ها و رئیس جمهور و اینهاست. واقعا اینطوری فکر میکنی؟ ببینید شما یک ویدیویی هست در یوتیوب، خوبه دوستانی هم که صدای من میشن برن نگاه کنن، اکانومیک هیتمن. بله کتابی هم در این زمینه هستن، همون کتاب این بلبه. در تو یوتیوب بلبه. همون نویسنده صحبت چه میکنه بلبه. اینو گوش بدید میبینید که اون چه که در یا یک ویدیوی از آقای لسلی کلارک، جنرال لسلی کلارک در 2005 راجع به لیبیا یعنی برید اینو نگاه کنید میبینید که مثلا این دقیقا حرف من تایید میکنه که اون چه که در زمان آقای مثلا کلینتون درباره لیبی و درباره سودان و درباره تونس و مصر و اینا اتفاق افتاد، تمام اینا 2005 در زمان آقای بوش صحبتشو آقای لسلی کلارک میکنه. مطمئنن اینترنشنال کورپوریشن در تصمیمات و در آینده سیاسی دنیا موثرتر از دولت‌هایی هستن که اینجا هستن. من فکر میکنم که همونطور که آقای لسلی کلارک 2005 میگه که این رژیم‌ها باید عوض بشن، تو پنتاگون بهش گفتن و می‌بینیم که در زمان آقای کلینتون میشه، در زمان بوش تصمیم گرفته. پس ببینید که اون ریپابلیکن این دموکرات هر دوی برنامه رو باید دنبال کنند و به این معتقد هستن. و اتفاقا یه چیزی که برام خیلی جالبه با همین تماس و نزدیکی که با این دولت مردان دارم می‌بینم، خب خیلی کسایی هستن که تو اینا، من با اونایی که رابطه دارم اونا رو قبولشون دارم، ولی اونها هم از یک اکثریتی که تابع اجندا هستن ناراحتن دیگه.
میدادم که شما شهروند آمریکا هستید و در این حال احتمالاً بخشی از جامعه مسلمان آمریکا رو نمایندگی میکنید. با در نظر گرفتن به اظهارات آقای ترامپ در مورد مسلمانان که جلوی ورود مسلمانان رو ایشون گفت میگیره، البته بعد از انتخاب از رو تاردما از رو وبسایت آقای ترامپ این موضوع برداشته شد و زیاد هم در موردش به هر حال صحبتی نمیشه، اما واکنش شما رو به عنوان یک مسلمان ساکن امریکا که 40 سال اینجا زندگی میکنید میخواستم در مورد این انتخاب و ورود آقای ترامپ به کاخ سفید بدونم. ببینید، من تو این 40 سالی که اینجا زندگی میکنم میشه جالبی که برام وجود داره اینه که هر سال تو انتخابات آمریکا کشور ایران یکی از مسائل مهمه. من یادم میاد موقع سناتور گپارد که کاندیدای رئیس جمهوری شده بود گفت for God's sake don't bring Iran to the election. Don't bring Iran to the election. همیشه ایران و امسال اسلام یک فاکتوری بوده و مینه امسال دوتاش هم بوده و به خاطر اینکه خب الان مردم خیلی زخم خورده هستن از این آیسیس و آیسیس رو مسلمان میدونن یا داعش و اینا رو مسلمان میدونن در حالی که من اونا رو مسلمان نمیدونم. و ولی یک چیزی که تو این 40 سال من فهمیدم، مبارزات انتخاباتی با اداره مملکت خیلی فرق میکنه. خیلی حرفا میزنن که در دنبال خودشون بکشن، ولی موقعی که انتخابات میشه منافعشون ایجاد میکنه که اون حرفی که معذرت میخوام غلطی که کردم پس بگیرن. و آقای ترامپ الان خودش مشکلی نیست، مشکلشون نیروی به اصطلاح وایت سوپرمیسیست است که الان رشد کرده و اونها نیروی نژادپرست نژادپرستی که الان توی آمریکا هستن. و اتفاقا من دیروز با یکی از دوستان آمریکایی یهودی ارتدوکس هم صحبت میگم، همکارم از توی انجمن دندان پزشکا، اون نظرش این بود که کشور در مسیر بدی قرار گرفته. یعنی این مسئله نجات پرستا فقط مسئله مسلمان نیست، این شامل یهودی ها میشه، سیاپوستا میشه، همجنس باز ها میشه و سایر ملیت ها، لاتین تبار ها میشه. و به همین دلیله که من فکر میکنم که چشمانداز آینده آمریکا از نظر امنیت داخلی، امنیت فردی فکر میکنم دچار اشکال بشه در حداقل 1-2 سال آینده. حالا امکان داره که آقای ترامپ هم من فکر میکنم احتمال داره به 1-2 سال دیگه استعفا بده، میگه ما نخواستیم رفتیم. شما به عنوان یک شهروند امریکایی، به عنوان یک مسلمان، اصولا احساس خطر چه برای خودتون چه برای بنیاد ایمان با در نظر گرفتن به این انتخابات چه این احساس خطری میکنید اصولا؟ یا والا در منطقه‌ای که ما هستیم و در استیتی که ما هستیم خطرها کمتره. و خیلی جالبه موقعی که ترامپ انتخاب شد ما سیل تلفن و نامه و ایمیل از همسایه‌ها داشتیم که ما اینجا هستیم کمک کنیم. حتی یه خانومی یه نامه فرستاده بود تو ایمان که اگر خانمای شما میخوان برن خرید بکنن میترسن ما دنبالشون میایم. و یه روز من نشسته بودم توی ایمان، یه روز شنبه بود، دو تا خانم اومدن با یه گل ارکیده با یه بسته شیرینی که ما میخوایم مطمئن باشیم که شما اینجا ما هستیم که با شما همکاری بکنیم. این خانم ها سفید پوست و آمریکایی بودن؟ سفید پوست و آمریکایی بودن، ولی خودشون از شرایط نگران بودن. ولی آقای ترامپ یک پدیده ای که متاسفانه پدیده ای که همیشه من فکر میکنم در سیاست های دنیا اونایی که رومیان نتیجه اون چی که در گذشته بوده هست و این نتیجه مشکلات گذشته است، ولی حرفایی که میزنه بعضیش اتفاقا خوبه. من فکر می‌کنم آمریکا باید از این که فکر می‌کنه پلیس دنیاست بیاد کنار، یکی از نظرشه، تو کشورهای دیگه دخالت نکنه. اگه آقای بوش هم این فکر رو می‌کرد ما اینقدر مشکل در خاورمیانه نداشتیم. برداشت از اسلام بعد از انقلاب شاید
تعابیر مختلفی پیدا کرده و به نظر من در 10 سال، در 5 سال اخیر این شاید بیشتر شده این برداشت. دکتر صادق نمازی خواه به عنوان یک انسان معتقد و یک بچه مسلمون به اصطلاح عامیانه، اسلام آریامهری رو به اسلام انقلابی آیا ترجیح میده؟ به نظر من اسلام نباید آریامهری بشه، انقلابی. من اون چیزی در اخیراً میبینم و مخصوصاً از یک مشت منبری مثل غیر متعهد صحبتهایی که میشنوم و مطالبی که میبینم، اینا کسایی هستن که متاسفانه جامعه تحصیل کرده ما رو به دین بدبین میکنن. یعنی خیلی از حرفایی که میزنن ورای خرافات هستن و چیزایی هست که اصلا واقعیت نداره. مثلا من درباره واقعه کربلا و اتفاقاتی که افتاده مطالعه کردم، هیچ کدوم این چیزایی که دو روز خونه میگن اونجا نبوده. من هم از جای بدی مطالعه کردم، از روایتی که از امام زین العابدین بوده که شاهد همه چیز بوده. ولی نه، متاسفانه من فکر میکنم، من نمیگم اسلام آریامهری یا اسلام انقلابی، اسلامی که امروز توسط منبری ها تو ایران پیچ میشه راه غلطیه. آقای نمازی خواه، اعتقاد شما، مسلمان بودن شما تا چه اندازه تونسته به شما هویت بیشتری در جامعه‌ای که دارین درش اکثر سالهای عمرتون رو زندگی کردین، در امریکا بده؟ اسلام چه اندازه شما رو ایرانی تر کرده در امریکا؟ والله اگه بخواد شما اسلام و ایرانی رو و اسلام و ایرانی بودن رو توی کفه ترازو برای من بگذارید، من همونطور که تو مسابقه بودم ملیت من غیر قابل تعویضه. ولی اسلام متاسفانه در هر کشوری که هست تعبیر متفاوتی داره و در هر کشوری متأثر از کالچر اون مذهب هم کشور هم هست. بله. ولی چیزی که اینجا برای من مطرح هست اینه که متاسفانه جامعه ایرانی برخلاف جامعه آمریکایی شناختی که از من داره، از من یک اکادمیشن میشناسن و یه لیدر. چون من رئیس انجمن دندانپزشکی لس آنجلس بودم، بیرانی ها مربوط نبوده. رئیس آکادمی اندودانتیست های کالیفرنیا جنوبی بودم، بیرانی ها مربوط نبوده. یا استاد دانشگاه یو اس سی، رئیس بخش اندوی یو اس سی بودم و جزء بورد انجمن دندانپزشکی های کالیفرنیا بودم. هیچ کدوم اینا رو جامعه ایرانی بهش نگاه نکرده. جامعه ایرانی تمام شخصیت نمازی‌ها رو به معنی مذهبی بهش نگاه کرده. وانی که من اصلا خودم، من یه آدم معتقدی هستم، ولی اون مذهبی که الان تعبیر میشه در جامعه، من خدا نکنه خودم رو اونطوری مذهبی بدونم، من یه آدم مثلا معتقد هستم. و دوستان من، دوست یهود در آمریکایی، دوست یهودی ارتودکس ربای دارم که همکارم دندان بشه و ربایه و ما تو مسافرت با همیم و اون همیشه میخواد من کمکش کنم. موقعش ثبات برم اتاقش رو درش رو باز کنم یا به طرفش رأی بدم. اصلا دوستان غیر مسلمان من غیر از این محدوده ایمان خیلی خودش بیشتر از خود ایمانه. من 4800 تا دندان پزشک شاگرد داشتم توی آمریکا، 2300 تا متخصص شاگرد من بودن. میدونید اونا من اونطور دیگه میشستن. انجمن دندانپزشکی کالیفرنیا یا کالیفرنیا دنتال اسوسییشن فاندیشن، اینا همشون به عنوان یه لیدر منو میشناسن و یا تمجید نامه‌ای که من وجود دارم هیچ مطرح نبوده تو جامعه. یه دوست دارن ما ایمانی باشیم، یه دم دشمن ما اصلا به خاطر ایمانی بودن. ولی شخصیت واقعی من خارج از اینه، ولی همیشه تونستم به فرهنگ مملکتم و به اعتقادات هموطنانم خدمت کنم. این برای من افتخار بوده، همین کاری کردم که الان شما روزای یک شنبه برید ایمان، ساعت 9 ما چرچ داریم، فعالیت کلیسایی است، کلیسایی نه مسیحی. 7 مذهب با هم میاد
براساس دعا دارن توی ما و کسی هم بهشون کاری نداره. یعنی اون که اصلا بالای از ابوالحسن خرقانی بالای در ایمان نوشتم هر کس بدین سرای در آیت نانش شهید و از ایمانش ببرزید. یا آقای منبری در مسجد نبی رفته گفته جایی که نوشتن اسلامی نیست. من در جواب ایشون گفتم که ببینید زمانی که اسرای ایرانی رو آوردن دور بر مدینه به دستور عمر بیرون مدینه نگه داشتن، حضرت علی رفت گفت اینا اسیرن باید اینا رو بیارین بهشون اسکان بدین، آوردشون توی مدینه، آوردش تو خانواده خود چند تا رو و یکیشون هم که همسر امام حسین شد. از این آقا پرسیدم که ما کار علی رو کردیم یا شما؟ اگر هر کس بیاد اونجا و احساس کنه امنیت داره این میشه مسلمانی واقعی. دکتر نمازخواه از وقتی در اختیار امروز نما قرار دادید بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون بجگم که من دعوت کردید.